سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص فرمول if error با هم صحبت بکنیم. if error یک فرمول خیلی ساده هستش و در این حال بسیار کاربردی. و توی این فرمول در واقع دوتا آرگومنت قرار داره. اگر بیایم اینجا بنویسیم if error و اون رو حالا باز بکنیم که از اینجا ببینیم، میبینیم دوتا در واقع آرگومنت قرار داره. آرگومنت اول میگه value چیه که میتونه یه فرمول باشه، یه مقدار باشه، هر چیزی. میگه اگر این مقداری که وارد کردی برابر شد با یک خطا، با یک ارور، حالا میخواد ولیو ارور باشه، میخواد امتی ارور باشه، ان ای باشه، یا هر چیزی برابر شد با یک خطایی، اون وقت تحت اون شرایط این مقدار دوم رو برگردون و اگر خطا نبود عدد خود ولیو رو برگردون. حالا مثال اگر بخوایم بزنیم، مثلا من میگم ولیوی من، مقدار من همین A2 هستش و اگر خطا بود بنویس فارسی خطا. خب اگر اینو اوکی کنم میبینیم که مقدار 2 رو برمیگرده، چون مقدار 2 خطا نبوده، یک عدد بوده. حالا اینجا مثلا بیاین یه مقدار خطا رو وارد کنیم، مثلا value error که اینطوری نوشته میشه. اگه اینو به صورت تکست تایپ کنیم خود اکسل میفهمه که value error بوده و میبینیم که اینجا A2 برابر با یه خطایی شده، پس مقدار فارسی خطا رو به ما برگردونده. حالا خیلی وقتا ما نمیایم دستی بنویسیم که خطا، که میایم اینجا مثلا یه فرمولی رو داریم، مثل این که مثلا من بگم A2 رو تقسیم بر A3 بکن که عدد 1 رو برمیگردونه و خطا نیستش. اینجا عدد 1 رو برمیگردونه، اما تو تقسیم میدونیم اگر کسر برابر با عدد 0 بشه، یعنی من اینجا به جای A3 A4 رو انتخاب بکنم، برابر 0 بشه یه مقدار خطا خواهد بود و اون مقدار خطا دیگه به ما نشون نمیده که آقا این خطاه. مثلا نها کنیم اگه اینجا تقسیم رو انجام بدم، به صورت عادی میاد میزنه آقا تقسیم شده بر 0، این خطای تقسیم بر 0 رو به من نشون میده. حالا انگلیسی هستش یا چیزی، من دوست ندارم اینطور نشون بدم، میام خطا نشون میدم یا خطای تقسیم بر 0 میتونم نشون بدم به صورت فارسی. خب بیایم یه مثال دیگه با هم ببینیم. یکی از پرکاربردترین جاهایی که if error استفاده میشه زمانی هستش که مثلا بر اساس یک معیار اطلاعات مربوط به اون توی یک جدول دیگه فراخوانی میشه. مثلا من یک جایی میام یه فرمی رو درست میکنم، به یوزرم اجازه میدم هر وقت اسم اون طرف رو زد، مثلا اینجا زدش مثلا الکس، اطلاعات مربوط به اون شخص مثل اسم خانواده، سنش و تخصصش رو مثلا بیاره. حالا باز میتونم استفاده دیگه ای ازش میکنم یا فقط واسه نمایش بیاره، که این اطلاعات رو از طریق مثلا فرمول ایندکس مچ اینجا نوشتم. حالا از طریق وی لوکاپ، لوکاپ همه اینا میشه نوشت این فرمول رو. من نمیخوام در مورد ایندکس مچ اینجا صحبت کنم یا در مورد وی لوکاپ، توی ویدیوهای دیگه در مورد اینا صحبت کردیم، چون خیلی طولانی میشه اگر بخوایم اینجا صحبت کنیم. ولی اومدیم این فرمول رو نوشتیم و از طریق این فرمول میتونیم اطلاعات مربوط، بذارم من اینو کپی کنم، اگر اینجا این تیکر رو بزنم میبینیم که اطلاعات مربوط به الکس الان اسم فامیلیش اومده. تو اینجا سنش رو برگردوندیم، تو اینجا تخصصش رو برگردوندیم. حالا اگر من اینجا خواستم، در صورتی که مثلا یوزر من اومده یه شخصی رو زده که اصلا وجود نداشته، مثلا اومده مثلا علی زده، اگر علی رو بزنه بر اساس فرمول if error، من اینجا گذاشتم empty double quotation، هیچی، دوباره double quotation اومده اینجا توی if error، این رو ایوالویت کرده، برابر شده با NA، یعنی وجود نداره، خطای NA وجود ندارد رو برگردونده. چون این داخل فرمول if error هست و NA برگردونده، دیگه خروجی خود تابه رو به من نشون نمیده، به جاش میاد این empty رو نشون میده. توی اینجا هم همینطور، توی اینجا هم همینطور، اما توی اینجا چون من از if error استفاده نکردم و خود فرمول رو گذاشتم، اومده خطای NA رو به من نشون داده. حالا مثلا من بخوام به جای امتی نشون بدم شخص وجود ندارد، یا به جای این بنویسم وجود ندارد به صورت فارسی، اینجا الان اگر من فرمول رو عادی بنویسم مینویسه NA، اما اگر از if error استفاده کنم مینویسه شخص وجود ندارد، که میتونم حالا این رو توی تمامی اینها مثلا وجود ندارد رو اضافه کنم یا هر چیز دیگه. خب پس میبینیم خیلی کاربردی هست. خیلی وقتا من دوست دارم که فقط خالی نشون بده اگر یه چنین شخصی وجود نداشت،
یا اصلا یه سری ارورهای دیگه میده تحت هر شرایطی خالی نشون بده که واسه من بهتر باشه. مثلا اگر تقسیم بر صفر بود بیاد مثلا این دوتا رو با هم دیگه ضرب کنه، خطایی اصلا به من چیزی نشون بده بیاد این دوتا رو با هم ضرب کنه، یه عملیات دیگه ای رو انجام بده. پس تحت شرایطی که مثلا تقسیم بر صفر شد میخوام یه کار دیگه انجام بده تو ریاضیات، یا اینجا مثلا تحت شرایطی که برابر با وجود ندارد بود بیاد یه کار دیگه ای انجام بده. میتونم از فرمول ایف ارور به راحتی استفاده کنم. ممنون از توجهی که داشتین، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.